میهن یک قطره آب، یک شبنم نشسته به روی سحر، یک آه، یک شعر عاشقانه سرشار زندگی است. میهن یک دفتر قدیمی تصویرهای گم شده در شب، خواهر، پدر، برادر، مادر، صحن عتیق سید نصرالدین و آن چنار خشک غریب است در سایه سار کوچه رندی، بازارچه آن چارسوی که سوقش خواندیم، یک پنجره با شمع‌های نظری در کوچه قدیمی ورزشگاه، میهن آن بوسه های دزدکی از نور است که از پشت شب هنوز وقتی به یاد من میریزد قلبم گنجشک میشود، میلرزد. میهن آینه و چراغ بر تاقچه، یادآور جهیزی مادر، میهن حضور کودکی خواب رفته در شب تبعیدی است. علیرضا نوری‌زاده، چهارشنبه 25 آبان ماه 16 نوامبر به شما سلام میکنم. در آغاز برنامه 3-4 نکته رو بگم. 1، اگر من اشاره‌ای کردم به در فکر میکنم تلویزیون اندیشه بود با دوست عزیزم فروزنده و در اونجا اشاره‌ای کردم به بعضی از بد اخلاقی ها و بد خلقی ها از کسانی که از خانه پدری آمده. اولا من نه اسم سبز آوردم، شما خودتون میدونید من طرفدار جنبش سبزم، بچه های جنبش سبز رو مثل فرزندانم دوست دارم، اصلا اسمی از جنبش سبز من نیومده. اشاره کردم در میان 10 آدم یه دونه بد اخلاقم پیدا میشه و گفتم اینا کسایی هستند که در از پستان ولد فقیه نوشیدن و شیر ولد فقیه در رگ هاشونه، به همین دلیل بد اخلاقن، بد خلقن و به پرنسیب ها باور نداره. این والا قربونت برم، من به چه مناسبت بیام به فرزندان عزیزم مثلا اشاره کنم؟ نه، این سوء تفاهم بود. بعدم در نقل بعضی ها راویان صادقی نبودن. نکته دیگری، یک آدم بسیار عزیز به من گفت که آقا موقعی که تو برنامه شروع میشه مردم دیگه حوصله شعر شنیدن ندارن و بهتره که تو بپردازی به اصل مطلب چون میخوان مطالب رو سریع بشنم. اولا این شعر خواندن برای من زندگیه، حال و روزگار من از این شعرها پیداست و بنابراین من شعرها رو دوست دارم و میخونم و این در واقع برنامه است که من و شما با هم درد دل میکنیم. حالا اگر واقعا دلتون نمیخواد من شعر بخونم، دوست ندارید آغازگر برنامه من با شعر باشه، ایمیل کنید برام. یه تعدادی اگر واقعا دیدم قابل ملاحظن این کار رو خواهم کرد، یعنی شعر رو قطع میکنم، هفته یه بار میخونم یا اصلا نمیخونم، نمیدونم، ولی در حال شعر زندگی منه و حال و احوالاتم در تمام این شعرها منعکسه. همین امروز یه بحثی رو میشنم تو رادیو فردا راجع به همین جنگ و غیره و غیره و حرفهایی که مثلا از سر میهن پرستی عنوان میشد، واقعا یه لحظه دلم به حال ایران سوخت. تعظیم عرض میکنم ایران خانم، وطن من، خانه پدری، دلم سوخت که حالا چه کسانی مدعی دل مشغولی و دلهوره برای خاک عزیزمون هستن که باید باشیم، هممون باید باشیم، لزومی به تظاهر نداره. نکته دیگری که باز اینا چند نکته بود گفتم حتما در این ماجرا عنوان کنم. امروز اردلان، سیاوش اردلان تو بی بی سی برنامه جدید داره، منو دعوت کرد، رفتیم تو خیابون راه میرفتیم و صحبت میکردیم و او فیلم برداری میکرد. ضمن اشاره به من که حالا مهمانشم گفت خب بعضیا قبولش دارن، دوستش دارن به خاطر افشاگریاش و سوال کرد از من که افشاگری تا کجا؟ آیا میشه آدم یه جا افشاگری بکنه که به کیان میهنش، به وطنش لطمه بزنه؟ گفتم نه،
نه من بارها شده اطلاعاتی داشتم، خودتونم میدونید، اینجا به تلویح و اشاره ذکر کردم که میدونستم اگر این اطلاعات بیاد بیرون درسته به ضرر حکومت جهل و جور و فسادم خواهد بود، اما در این حال به ضرر میهنم هم خواهد بود. نگفتم، اشاره بهش نکردم، ننوشتم، تو مقاله های عربیم نبوده، در فارسیم نبوده، به خاطر اینکه احساس کردم اونجا این تکه رو میتونم نگم، لطمه‌ای به کسی نمیخوره، به یافتن حقیقت لطمه‌ای نمیخوره، ولی در این حال بهانه‌ای هم به دست کسی نه. بنابراین حقیقت تا اونجای برای من اعتبار ارزش داره که در جهت مصالح میهنم باشه. بارها شده من اطلاعات نظامی خیلی قوی داشتم، هیچ وقت اینا رو فاش نکردم. احساس کردم الان من اگر بیام اینا رو بگم، چون به هر حال بلنگوهای متعددم دارم، عربی، فارسی، انگلیسی، وقتی بگم به نوع عالمگیر میشه. خب نمیخواستم، نگفتم. و آنچه را درباره پادگان قدیر و مدرس گفتم واقعیتی بود که تفاصیل بیشترش هم امروز براتون خواهم گفت. این نکته بید. نکته بعدی این است که دوست نازنینی حسن که فرزند یکی از مراجع هم هست به من زنگ زد، گفت آقا جان در جایی بودم ادهی گفتن فلانی نوریزاده گفته حضرت علی عرق خورد. گفتم آقا دور باد، من از این هم. من اولا چجوری میتونم حکم بکنم به پسر عم و داماد پیامبر اسلام که به هر حال از نظر تبعیت از اصول و مبانی دین یه اسوه بوده، یه نماد بوده، از همون 10 سالگیش که ایمان میاره میره در جای پیغمبر میخوابه در حالی که میدونسته قرار بیام بکشنش. خیلی خوب، من چجوری بیام اینو بگم؟ آیا من اونجا بودم، دیدم، تاریخ چنین چیزی رو نقل کرده؟ من چرا باید همچه حرفی بزنم؟ بنابراین این حرفایی که میزنن دقت کنید، آیا از زبان من بیرون اومده؟ گون که جمهوری اسلامی فیلمم درست کرد که در دهان من حرف بزنن، یا گوینده رو دارن که تمرین میکنه مثل من حرف بزنه، همون مطلبی که راجع به آقای باطبی یا یکی دیگه بود گذاشته بودن، آقای فرشاد امیر ابراهیمی در مورد او توی سه بی رفت بود. و آن دیدم آقای مطی هم قرار بوده در یه جا گفتن سخنرانی کن، لغو شد. چی شد؟ مطی برای که پیششون نیست، حالا بعدن بره نمیدونم، ولی پیششون نیست به هر روی. اما اشاره به حضرت علی کردم، دو تا فیلم دیدم و اشاره به این دو تا فیلم میکنه، فیلم ویدیویی، و میخوام بهتون بگم که در این حرمتی که برای آقای آیت الله العظما وحید شیرازی، وحید خراسانی قائلم، ولی در این حال دلم میخواست ایشون این تعصب و غیرت رو راجع به فرزندان این مملکتم داشت که بعضن با نگاه ایشون و با باور ایشون اولاد پیغمبرم هستن، یعنی سیدن از نظر ایشون که اعتبار قائل میشه برای سادات، ولی به نظر من هیچ فرقی نداره، انسان ها هیچ فرقی با هم ندارن، هیچ مزیتی پسر سلطان یا شاه با پسر فقیر نداره، انسان ها در انسان بودن، ارزشمندی، ارزش نهادن به اعتبارات والای انسانی ارزش پیدا میکنه. بلالا این پسر کیه، این باباش چی بوده داشته، اصلا it doesn't matter، مهم نیست. فیلم آقای خامنه ای در ابتداش مشغول سخنرانی است در یه جمع بزرگ که بله آقای مداهایی که ما داریم خیلی هم خوبن، انسانهای بلانو مت میکنن و، ولی شما اینقدر قایم مثلا به سینه تو نزنیم، با صدای بلند گریه نکنیم،
برای نشان دادن تأثیر لزومی نداره اینقدر گریه بکنی و اینقدر تو سر کله خودتون بزن. پشت بند ایشون آقای وحید در سر درسش خیلی هم توهین‌آمیز با آقای خامنه‌ای برخورد میکنه، میگه غلط میکنه اون کسی که میاد این حرفا میزنه و میگه قایم گریه نکنید، بلند گریه نکنید، مگه امام صادق اونم فهمیدید چی گفته و گفته برای ما اهل بیت باید گریه کنید فلان. خب اشکال نداره، انسان‌های باورمندی هستن. شما در همین مسیحیت نگاه میکنید، عید پاک، شب عروج مسیح، وقتی میان به کلیسا هاللویا میخونن و سرودهای دیگر، خیلیشون اشک همینجوری از چشمشون میاد. بنده هیچ ایرادی ندارم به اینکه کسی به خاطر تأثری که بهش دست میده از رنجهایی که بر امام سوم شیعیان رفته اندوهگین بشه و گریه کنه. اصلا اولا گریه بر هر دردی گفت دواست و در این حال آدم آرام میکنه. خیلی وقت شده خود من نمیتونستم جلو خودمو بگیرم، عشق میومده و بعد چقدر آرامش به من دست میداده، حالا بر مزار عزیزی بوده یا به شنیدن موسیقی یا دیدن فیلمی یا خواندن کتابی، این حالت به من دست داده و من متاثر شدم، عشق ریختم. بعد احساس کردم چقدر سبک شدم، چقدر در وجود من آرامش آمده و این عرش چقدر به جا بود. خیلی ما هیچ ایرادی بر این نداریم که کسی در عزای حسینی گریه کنه و اینا چیزایی نیست که تکلیف باشه، یعنی یه آقای فقیه یا آخون نمیتونه بیاد بگه آقا جان من از فردا میگم گریه قدغن. خب نمیتونه، این مسئله است با ارتباط با روح انسان داره. و این دیدین آتاتورک در ترکیه اومد با قاطعیت اون کاری رو که رضا شاه بیچاره نتونست انجام بده، حالا دم یه آقای فکر میکنم یکی از اینا مقاله نشود، بله کسانی که از دموکراسی حمایت میکنن از رضا شاه تعریف میکنن. بابا جان داریم چه زمانی رو میگیم عزیز دلم؟ 70 سال پیشو داریم میگیم، کجا دموکراسی بود؟ آخه یه چیزایی نگیم که خودمون توش بمونیم. مشروطیت 3 پیام داشت، امنیت از همه مهمتر، پیام اولش بود، دوم پیشرفت توسعه و سوم آزادی. 2 حداقل اون رضا شاه انجام داد، پسرش هم اومد اون 12 اول اون یکیش هم داشت انجام میگیره. بعد حالا اتفاقاتی که افتاد منجر به استبداد شد. میگم حالا از کجا رفتیم به کجا، ولی منظورم اینه چون مطلب رو دیدم و اشارش هم به ما بود خواستم جواب بدم. ببین عزیزم، نمیشود شما دین رو از دل مردم دراری. من رفتم تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان و قزاقستان و آذربایجان و گرجستان و غیر، 80 اتحاد جماهیر شوروی با مخوفترین سیستم مرشویی و فشار و کنترل و 4 خواست دین رو از دل مردم دراره، نتونست. بنده در تاشکند رفتم دیدم یارو با اینقدر مدال مال حزب کمونیست اومده تو مسجد واسه نماز، تو خونه استاد بزرگ دانشگاه رفتم، من پسرش دخترش هنرپیشه داره میشه، پسری داره آخون میشه. گفتم براتون یه باری با بهروز آفاق و مطلوب خانم شیرعلی آوا و تاجی بای باری. بنابراین با مذهب که کی سر جنگ نداره، با دخالت مذهب در حکومت ما مبارزه میکنیم، میستیم. به همین دلیل به دنبال یک حکومت سکولار هست، نه حکومت ضد دین، حکومتی که جدایی دین از دولت رو تضمین کنه و حرمت و جایگاه دین رو هم داشته باشه. آقای وحید خراسانی که به هیچ روش سید علی خامنه ای رو قبول نداره به عنوان فقیه، میگوید آقا فقیه ناینی بود، فقیه حائری بود، فقیه بروجلدی بود. و متاسف شدم چرا نگفت فقیه شریعت مداری بود. خب
بنابراین میگه تو که داری میگی فقیه نیستی. درست؟ حادثه 1300 اندی سال پیش اتفاق افتاده. در طی این سالها داستانها و روایتهای متعددی ازش نقل شده که در این روایتها میتواند مواردی باشه که اطلاعات غلطی نه به عمد شایدم اثر صح وارد شد. با این همه آقای وحید خراسانی مرجع اعلای ایران با آقای خامنه ای میتازد و حمله میکند که تو به چه حقی، تو چی کاره ای که به مردم میگی گریهشون و صداشو بیارن پایین، تو چی کاره ای که داری به مردم میگی سرخه نزنن، یعنی فریاد نزنن. استنادم میکنه به چند کتاب روایت از امام صادق و دیگران که چقدر اهمیت داره گریه. بنده در بخشی از حرفای آقای وحید خراسانی شکی ندارم، اینکه آقای خامنه ای فقیه نیست، اینکه به مردم نمیشه گفت گریه کن یا نکن ربطی به حکومت نداره. باور دینی در قلب آدمه و آدم در قلبش احساسی که داره باستاب میده، حالا چه به صورت گریه چه به صورتهای دیگر، این مربوط به چه شخصی اختیار خود آدمه. بنده دارم بخواد بشینم ملهمه حسین رو بشنوم و تأمل کنم که چه مرد دلاوری بوده، پاشده رفته جنگیده. یکی هم دوست داره این علی اصغر رو بگیره دستش و التماس برای یه قطره آب بکنه، که به نظر من همونطور که داستان این که حضرت علی تو خونش بشینه و به همسرش که دختر پیغمبر اهانت میکنه و او هیچی نگه سر تا پا کذب و دروغه و همچیزی اصلا محاله، همینطور این داستان علی اصغر، برای اینکه امام حسینی که با 72 تن اونجور دلاورانه در برابر یک لشکر می ایسته نمیاد بچه شیرخوارش رو به دست بگیره و التماس کنه. اینا حالا مأهولاتی است که الان جاش نیست. من سوالی از حضرت آیت الله العظمى وحید خراسانی دارم که خیلی سوال ساده ای و اینو در طول این دو سال و نیم پیشم از ایشون و از آقای سیستانی مرجع اعلا سوال کردم و از دیگر آقایون، و دلم میخواد آقای وحید این رو برای من پاسخ ده. چرا آقای وحید شما بر این باورید که خداوند آنچه را مقرر کرده انجام میشه؟ بارها شنیدم از آخوندهایی که روی منبر گفتن حضرت آدم وقتی اومد روی زمین دم رودخانه دجله که رسید اشک ریخت و حوا اومد چرا عشق میریزی؟ گفت آره قراره مثلا 2 میلیون سال دیگه یا 500 هزار سال دیگه کسی از نسل ما به نام حسین در اینجا کشته میشه. شما میگویید ابراهیم خلیل الله وقتی که خدا گفت اسماعیل و سرشو ببر، وقتی بعد گوسفند رسید اومد و عشق ریخت، اسماعیل گفت پدر چرا گریه میکنی؟ گفت برای لبای تشنه حسین. شما میگی طوفان نوح که شد، نوح در جریان آب که داشت میرفت وقتی از کنار رودخانه دجله رد شد گریه کرد، همراهان گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت برای اینکه الان این همه آب اینجاست ولی حسین ربطش نمیدید. از این داستانا زیاد میگید دیگه. بنده یه سوال دارم از این. اگر خداوند مقدر کرده بود، اگر حسین باید به شهادت میرسید تا دین خدا پا بر جا بمونه، تا مذهب شیعه اثنا عشری بمونه اونطور که میگویید، خب کدام درد بکتره؟ آن کس که به اراده الهی رفت کشته شد برای اینکه عقیده و دینش رو حفظ بکنه و نگذارد سلطان جور مردم سلطه پیدا کنه، این باید براش عشق ریخ که نماد دلاوری و جوونی که اومده تو خیابون رأی منو پس بود گرفتن بردن که کهریزت بهش تجاوز کردن بعدم کشتن، جنازه تیکه پارش رو 40 روز قایم کردن بعد دادن به خانوادش.
برای کدوم باید آقای خامنه‌ای رو ملامت کرد؟ برای اینکه گفته صدای گریه‌تون برای حسین آرامتر باشه، یا برای بچه‌های بیگناهی مثل سهراب، مثل محسن، مثل ندا آقا سلطان، مثل فرزاد کمانگر، مثل شیرین علم‌پوری؟ اینا رو باید براشون اندوهگین شد و فریاد زد، سرخه زد، یا فقط برای حسین؟ آیا شما در برابر این ملت مسئولیت به عنوان یک رهبر دینی ندارید که با آقای خامنه‌ای اعتراض کنید؟ شما فقط زمانی صداتون بلند میشه که تلویزیون داره سریال درست میکنه و میگن توش ابوالفضل هم نشون دادن، فقط اون موقع شما ناراحت میشید، موقعی دیگه ناراحت نمیشید. آقا خیلی دلم میخواد این سؤال منو جواب بدید. یه رنگی کوتاهی میکنیم، برمیگردم و بحثمون رو ادامه Thank you.